درود به برنامه دیگر از سری برنامه های گذار کاری از شورای مدیریت گذار خوش آمدید. در 60 دقیقه آینده من مرجان نقیه با دیگر همکارانم در بخش های مختلف این تلویزیون با شما هستیم. با ما باشید. درود بر شما دوستان و همراهان همیشگی رادار. امیدوارم هر کجای این کره خاکی که هستید روز و روزگارتون خوب و خوش باشه. من میثم مهرانی با یک قسمت دیگه از این برنامه در خدمت شما هستم. قبل از هر چیز باید بگم که این هفته استثنان برنامه شما و شورا و برنامه رادار با هم و در قالب یک برنامه پخش میشه. پس یه سلام ویژه هم عرض کنم خدمت مخاطبان شما رو خوب برنامه شما و شورا. اما موضوع برنامه چه موضوعی مهمتر از تنش بین اسرائیل و حماس در غزه و قربانی شدن غیر نظامیان از هر دو طرف؟ کودکی که امروز تو خاورمیانه به دنیا میاد قبل از شنیدن صدای اسباب بازیاش صدای بمب و تیر و تفنگ میشنوه. خیلی‌ها سوال میکنن بالاخره کی قراره این منطقه روی آرامش رو ببینه؟ آیا اصلا این اتفاق خواهد افتاد؟ شاید پاسخش کوتاه و دردناک باشه. تا وقتی این حاکمان سر کارن صلحی نخواهد بود، چون ما با ایدئولوژی اشخاصی تو خاورمیانه روبروی مثل روح الله خمینی که جنگ رو نعمت میدونه و هدیه الهی میدونه، از طرف دیگه برای ترسیم هلال شیعی و رسیدن به آرمانهای ایدئولوژی که خودش شبه نظامیان مختلفی رو در منطقه ایجاد کرده. این موضوعات رو با کارشناسان محترم برنامه آقایان یزدان شهدایی سخنگوی شورای گذار و دکتر محسن سازگارا مسئول کارگروه مقاومت مدنی شورای گذار در میون خواهیم گذاشت. به هر دو عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. آقای شهدایی اجازه بدید با شما شروع کنم. در مقدمه هم اشاره کردم که جمهوری اسلامی و شخص روح الله خمینی جنگ رو نعمت و هدیه الهی میدونن. به نظر شما جنگ اخیر بین حماس و اسرائیل هم از همین معبر از معبر این شعار میگذره؟ من سلام میکنم به بینندگان گرامی تلویزیون شورای مدیریت گذار و برنامه شورا و شما هم همچنین مهمان همراه و گرامی آقای دکتر سازگارا. ببینید، در مقدمه شما به درستی گفتید جمهوری اسلامی از بعد به تأسیس پایه استقرار حکومت خودش یعنی اولیگارشی شیعه رو بر مبنای صدور انقلاب اسلامی، تصرف قدس از راه کربلا و نابودی اسرائیل و گسترش هلال شیعی یا برحال امپراتوری شیعی گذاشته. این استراتژی حکومتی بود که خمینی در حقیقت به نام نهاد و آقای خامنه ای به عنوان معمار اسلامی سیاسی این استراتژی رو تا کنون پیش برده. جمهوری اسلامی چگونه این استراتژی رو پیش برده؟ پاسخ مستقیم به سوال شما، آیا از راه گفتمان سازی و ارسال سفیران صلح به جهان یا از راه جنگ؟ طبیعتاً سوالش پاسخش برای همه مردم ایران روشنه. صدام حسین چرا به ایران حمله کرد؟ این جنگ غیر از این که پایه های این تفکر آخر زمانی رو در حقیقت تثبیت بکنه چه سودی برای مردم ایران داشت؟ در اون دوران جنگ ایران و عراق با توجه به پایگاه انقلاب اسلامی بعد از اون انقلاب و مشروعیتی که داشت، اون خدای دهه 60 چه کار کرد؟ امروز آقای خامنه‌ای وقتی اسم میبره اشاره به یک دهه کشتار میکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی بر دریایی از خون خودش رو مستقر کرد. سپاه پاسداران این غور تروریسم از دل همین دریای خون و این جنگ در حقیقت 8 ساله با عراق اومده بیرون. تشکیل سپاه قدس چه کار کرده؟ برای چه هدفی بوده؟ این سوال هایی که من میپرسم مردم ایران چه سال پاسخاش رو میدونن؟ فقط تأکیدیست بر این داستان. بازوی اجرایی آقای خامنه‌ای هست سپاه قدس برای ایجاد هرج و مرج در منطقه، برای از همپاشاندن دولت‌های منطقه. بی‌دولتی رو در خاورمیانه این سپاه قدس دامن زده
برای اینکه این میلیشای شیعه رو در درون این دولت ها بکاره و استراتژی آقای خامنه‌ای رو پیش ببرن. عامل بی‌ثباتی عراق چیه؟ این بلا رو چه کسی سر سوریه آورده؟ این سوالات بسیار ساده به ما میگه که جمهوری اسلامی در ظرف 40 سال غیر از جنگ کار دیگه ای کرده؟ بوسیه رو کی مسلح کرده برای عربستان؟ خب کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی ایران اون مطلبی که شما در مقدمتون گفتید در حقیقت تایید میکنه. شما نگاه کنید در کدوم دولت در دنیا تونسته با جمهوری اسلامی رابطه دوستی پایدار داشته باشه؟ ایدئولوژی حکومت اسلامی نه بر مبنای زندگی، نه بر مبنای سازندگی، نه با توجه به کرامت انسان است، بلکه آماده کردن شرایط برای ظهور امام زمان است. البته اینو که من به شما میگم دکانی است. رهبران جمهوری اسلامی، سران سپاه، اشیرهای وابسته به اون، خاندانهای مثل آقای علمات بودا و دیگر خاندان حکومت اسلامی، مدعاهان هیئت عزاداریاش این موضوع کردن یک دکان برای کسب و کار سیاسی خودشون. ایران حکومت دینداران شده فاسدترین حکومت دنیا. سیستمی که این حکومت درست کرده به هیچ وجه متعارف نیست. شما نگاه کنید با جهان ما سازگار نیست. تجارت عادی نمیتونه داشته باشه. صادرات عادی نمیتونه داشته باشه. رهبرانش همه جای دنیا تحریم می‌شن. درآمدش از راه گروگانگیریه. و ترور. و در حقیقت یک سری گروه درست کرده که جای دنیا را این خودش به هم بزنه و از راه گروگانگیری پول داده. در حقیقت جمهوری اسلامی یک طالبانه. طالبانی که فقط فرقی با طالبان اینه که در حقیقت در سازمان ملل یک کرسی نمایندگی اونم بنا به احترام این کشور ایران داره. خب چنین حکومتی معلومه که جنگ رو دکترین خودش قرار میده. آمده خودش هم سر جنگ داره. از دیمای 96 تا الان چقدر از مردم ایران کشته شدن؟ کشوری به ما حمله کرده؟ چقدر اعدام کردن و به قتل رساندن؟ جنگ بزنیم ببینیم آیا تعداد این کشته از اونایی که در غزه تبعید کشته شدن بیشتر است یا نه. بنابراین این ویژگی که الان ما در جنگ حماس می‌بینیم جمهوری اسلامی رو که بین پتک و سندان گیر کرده بود، اینو من در سوال بعدی توضیح خواهم داد، و به شدت به خطر افتاده بود، جمهوری اسلامی دچار یک خطای محاسباتی شده و فکر می‌کنه جامعه ایران مثل اوایل انقلاب و می‌تونه مردم ایران رو در حقیقت با یک موج و این لاتاریلاتی که راه انداخته بیاره مثل اوایل انقلاب ببرن روی مین برای جمهوری اسلامی بجنگن. در صورتی که خود حوادث در همین ایتای دروده نشون میده که کور خونده. این جنگ پوست خود جمهوری اسلامی رو خواهند کرد. جنگ میتونه راه نجات جمهوری اسلامی باشه ولی اوایل انقلاب اینجوری بوده. اتفاقا ممکنه این جنگ به حیات جمهوری اسلامی ادامه بده. بنابراین اون مسئله ای که شما گفتی واقعیت قضیه که جنگ طلبی در ذات جمهوری اسلامی هست. و حکومت ایدئولوژی آخر زمانی هم بدون جنگ طلبی نمیتونه در حقیقت مقاصدش رو پیش ببره. که الان به اصطلاح همین جنگ طلبیش ممکنه به پاشنهاشیل خودش تبدیل بشه و باعث از هم پاشیدن اون بشه. من اینجا در این سوال رو تموم میکنم و در قسمت‌های بعد به ادامه صحبت میبرم. ممنونم آقای شهده. آقای سازگارا، جنگ طلبی در ذات جمهوری اسلامی هست. جمله که به درستی آقای شهدای فرمودن. اما پرسش خیلی خیلی مهم اینه، مردم الان دارن سوال میکنن دامنه این جنگ، این جنگی که الان بین اسرائیل و حماس شروع شده، ما میبینیم اردوغان واکنش های امروز اردوغان رو ما داشتیم، واکنش های جمهوری اسلامی رو داشتیم، واکنش عربستان رو داشتیم و همه دنیا، همه جای دنیا درگیرن، دامنه این جنگ تا کجا قرار گسترش پیدا کنه؟ از سلام و ارادت خدمت شما میسم جان، خدمت آقای شهدایی و همه بینندگان عزیز این برنامه. ببینید همجور که آقای شهدایی هم اشاره کرد، خامنه‌ای جنگی رو شروع کرده که معلوم نیست پایان دهندش باشه. ما در چند هفته آینده شاهد حوادثی احتمالا خواهیم بود که از الان نمیشه گفت دامنش تا کجا خواهد رفت و چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. اما یک چیز رو میشه گفت، خون بیگناهانی که در هر دو سو، چه اسرائیلی چه فلسطینی، بدبختی بیش از 200,000 اسرائیلی که الان داخل اسرائیل آواره شدن
و بیش از 700 هزار فلسطینی که داخل غزه آواره شدن، زن و مرد و کودک و پیر و جوانی که الان با سختی سر میکنن، اینها مسبب شخص آقای خامنه ای، سپاه و نظام جمهوری اسلامی. و این ماجرا، مجموع این ماجرا، سوالی که شما کردید شاید بشه گفت سوال روز دنیاست، به این معنی که آیا جمهوری اسلامی حزب الله لبنان رو که خب بزرگترین سازمان تروریست که درست کرده، سازمان هایی که آقای شهدایی هم شمردن، هشت شعبی سوریه، هشت شعبی عراق، شوریات، اینا، بین اینا حزب الله از همه بزرگتر و نزدیکتره به جمهوری اسلامی، آیا حزب الله رو وارد جنگ میکنه یا نه؟ اه اه و اگر بکنه تبعاتش چیه و اگر نکنه چه اتفاقی میفته؟ اگر بخواد وارد جنگ بکنه، امریکا دو تا ناو هواپیما در شرق مدیترانه مستقر کرده و سومی رو راهی دریای عرب خواهد کرد، جایی که دور از دسترس قایق‌های تندروی سپاه و غیره، جای مانور هم داره، فضای وسیع برای ناو هواپیما، ولی برد موشک‌ها و هواپیماها و غیره تا شمالی‌ترین نقطه ایران هم میرسه و ظاهرا دو تا پیام محکم هم به ایران آقای امین عبداللهیان اشاره کرد بهش، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که امریکایی دو تا پیام دادن. توی این پیام ها محتواش این است که ما حزب الله و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی رو خود شما میدونیم و اگر اینا وارد جنگ بشن، خلاصه ما شما رو مسئول میدونیم و باهاتون برخورد میکنیم. تهدید کردن در واقع جمهوری اسلامی رو. بنابراین گزینه اول آقای خامنه ای این است که این جستایی که گرفته، که نمیدونم اگر اسرائیل عملیات زمینی بکنه، چون قطعا اسرائیل عملیات زمینی خواهد کرد برای ساقط کردن دولت فاطمه، اگر بکنه، ما نمیدونم بلدور میکنیم، این کار رو باید به دست همین گروه های نیابتی، شبه نظامی ها یا تروریست هایی که تو منطقه درست کرده انجام بده. در این حالت پیشا پیش بهش گفتن میزنیم و این کار رو نباید بکنیم، چون استراتژی آمریکا و اسرائیل الان این است که جنگ و غزه محدود نگه دارن، هیچ گسترش پیدا نکنه، تکیف اونجا رو اول معلوم کنن و اگر نکنه این کار رو جا بزنه، حالا همین در حد کار ایزایی دو تا موشک روسیه ول کنن، چهار تا راکت هشت شبیه سوریه ول کنه، یا حزب الله چند تا راکت رو توپ بزنه و جواب بگیره، در همین حد بمونه، این جنگ حالا چند هفته آینده به کجا برسه نمیدونیم، چون خیلی چیزای نامعین الان داره، ولی مطمئنن به هر شکلی بره و تمام بشه و به آرامش برسه، اسرائیل در تاریخ 75 سالش نشون داده که تلافی میکنه. امریکا نیست که اگر 243 تا تفنگدار دریاییش هم جمهوری اسلامی بمب گذاشت توی بیروت، کشت، ریوان تو آفیس بود، توی کاخ سفید بود، روشو بکنه اون برای به قول معروف بکشه به سیویلاشو بگه خیلی خب حالا چون نمیخوام با ایران درگیر بشم دیده رو ندیده بکنم، یا چندین مثال دیگه ای که میشه زد در طی این 44 سال. اسرائیل نشون داده تلافی میکنه، بنابراین بعدش این میشه که چه حدی تلافی خواهد کرد؟ آیا طراحای این عملیات که 4 نفر 5 نفر از آدمای نیروی قدس بودن به همراه حماس و حزب الله اینا رو مثلا ترور میکنه، یا فراتر از این خواهد رفت؟ اینها رو الان نمیدونیم، ولی قطعا میشه گفت که خامنه‌ای وارد ماجراجویی شده، جنایتی شده که پایانش رو او شروع کرده ولی پایانش رو هنوز بتونه رقم بزنه. پس باید منتظر انتقام سخت باشه. ممنونم آقای سازگار. آقای شهدایی، جمهوری اسلامی اساساً چه بهره‌ای از این جنگ می‌بره؟ الان دیدیم که آقای سازگار فرمودن
شروع کرده خامنه‌ای ولی به پایان نخواهد بود. خب پس چه نفعی از این جنگ میبره؟ آیا واقعا وجود جنگ ارتباط مستقیمی با بقای جمهوری اسلامی داره؟ و چیزی هم که مخفول مونده این وسط، نقش مردم ایران هست. نقش مردم ایران واقعا چی از ما میبینیم؟ مردم ایران برخلاف عموم مردم منطقه خیلی وقتا میبینیم طرفدار اسرائیلن، یا اصلا میگن ما دخالتی نمی کنیم. در جای منطقه ما دیدیم که مردم میرن بیرون بر علیه اسرائیل شعار میدن، اما در ایران هم چه اتفاقی نمیفته و فقط تظاهرات حکومتی هست. بله، ببینید سوال شما چند تا قسمت داره. من سعی میکنم همه اینا رو برمیگه بس بکنم. برای همین از مردم شروع بکنم. ببین مردم ایران در انقلاب زن زندگی آزادی خیلی چیزا از حکومت اسلام گرفتن. اقتدارش شکستن. نهادهای حکومت رو به دیگه کشیدن، گفتمان انقلاب اسلامی رو در حقیقت به شکست کشیدن و به جاش گفتمان گذار رو تصویر کردن. گذار الان در حقیقت فراگیر شده در داخل ایران، گذار از جمهوری اسلامی. شناهای حکومت هم از هم پاشیدن، اصلاح طلبان دست از رژیم کشیدن و خیلی از چهرهای شاخص اصلاح طلبان در حقیقت گذارگرایان شدن. چالش حجاب جاری مثل یک کمان افتاده دور گردن رژیم جمهوری اسلامی. و ما با آغاز سالگرد انقلاب جینا، یعنی همین 25 شهریور که گذشت قبل از جنگ حماس، تو مجتمعی از حراس به تمام ایران لشکر کشی کرد. یادمون نره، یادمون بیاد. و ما در حقیقت داشتیم میرفتیم به استقبال آبان که بزرگداشت به هر حال کشته شدگان آبان 98 جمع می‌گی که این جنگ شروع شد. طبیعتا جمهوری اسلامی اینو به فال نیکه همون در حقیقت صحبتی که دفعه قبل کردن، برای اینکه بر تبل جنگ بکوبه، تبل جنگ حماس بکوبه، مستقیم و غیر مستقیم. در حقیقت اون چرایی که اونجا اتفاق افتاد به خودش منسوب بکنه تا آقای خامنه‌ای که الان پشیمون شده البته از این کار، ولی اهدافی که تعقیب میکرد این بود که با این دستگاه، با این جنگ، یک دستگاه در مغزاری رو در داخل حکومت، در داخل حکومت توسط رسانه‌اش را بندازه که دامن بزن یک طرف از یک طرف این فضا که بلکه بتونه جامعه مدنی رو، بازداشت ها رو، احکام صادره علیه اصطلاح آیین مدنی رو، سرکوب زاهدان رو، اعدام ها رو، قتل داریوش میرجویی رو، آرمیکا رو، همه اینها رو از متن به حاشیه ببره. از طرف دیگه در حقیقت صدا سیمای سرکوب جمهوری اسلامی با برنامه‌ای مثل برنامه افق شروع کرده در حقیقت جنایت حماس رو تقدیس کردن، نرم افزار رژیم رو در حقیقت، که این همون آرمان ما بود که حماسی‌ها دست از آستین جمهوری اسلامی در اومدن و در حقیقت آرمان فلسطین رو دوباره علم بکنن و مظلومیت مردم فلسطین رو و هدف بنیادین خود نظام رو که محو اسرائیل در بوق و کرنا بدن. و بعد آخوندهای حکومتی رو افتادن و الان ندا سر می‌زنن، این دهه 60 در حقیقت، این در حقیقت آدم های آخر زمانی که مدارس باید تعطیل بشه، مردم باید راه بیفتن به سمت غزه و بالاخره بالماسکه تبلیغاتی را انداختن. از اون هم جناهای مختلف حکومتی از آقای خاتمی گرفته تا حسن خمینی و نمیدونم روحانی و آقای ظریف و آدم های معلوم حالی مثل لیلا، سید لیلا رو در حقیقت بس علم کردن که بتونن همه رو به صف بکنن در چارچوب این قضیه. به هر حال یک کادرایی رو انداخته واقعا برای اینکه خودش از زیر ضرب و شتم در حقیقت مردم در امان نگه بداره، ولی همه این اقدامات نتونه سر مردم ایران کلا بذاره. عکس العمل مردم، شخصیت ها، نهاد های غیر حکومتی، بعضیش کاران، ما در استادیوم دیدیم، حتی استادیوم روها جواب اینا رو دادن که مردم ایران به راستی در خاورمیانه حسابشون با همه کشورهای اسلامی فرق میکنه. مردم ایران تفکر حماسی رو میشناسن و اون رو خودشون تجربه کردن. مردم ایران به خوبی در روز جمعه در بلوچستان شعار دادن که غزه همینجاست. کاری که در حقیقت حماس با مردم اسرائیل کرده، جمهوری اسلامی 40 سال داره با مردم ایران میکنه. اگر حماس مردم اسرائیل رو کشته، جمهوری اسلامی در حقیقت مردم خود ایران رو میکشه. من اینجا از بینندگان خواهش میکنم در یک آن قیافه نیکا شاکرعلی رو جلوی چشم خودتون مجسم بکنید و ببینید چه کار کرده بودن با جنازه ایم که به دست مرد بعد از چند وقت در حقیقت پیدا شد. این نا در حقیقت همون حماسه جمهوری اسلامی بودن که این کار رو کرده بودن. چشمایی رو که کور شدن ببینید، دستور مستقیم سپاهگانه که به اندام تناظری و چشم تظاهر کننده بودن در 1401 شلیک بکنید. ببینید جمهوری اسلامی در کنسرت جنگی که راه انداخته
جنگی که حماس رو انداخته، حقانیت خودش رو میبینه و در نتیجه شکست خودش رو میخواد از مردم ایران در این بالماسکه، در این مضحکه به اصطلاح چیز بکنه، روپوشانی بکنه. مردم ایران اولین قربانیان تفکر حماسی بودند در جهان و به همین خاطر هم از همون چیزی که شما گفتی در عین در شور حسینی حمایت از مردم فلسطین نمیافتن. اونها میدونن، اونا بدبختی مردم فلسطین هم میشناسن و میدونن که قربانی تروریسم هستن خود مردم فلسطین، ولی در کنار مردم اسرائیل هستن. مردم ایران جمهوری اسلامی سردسته محور شرارت که آقای خامنه‌ای خودش استفاده میکنه برای قرار با این جنگی که حماس خودش رو به خوبی لو داد. جمهوری اسلامی ببینید جنبش زن زندگی آزادی تمام تلاشش این بود که به دنیا ثابت بکنه که آقا جمهوری اسلامی تروریسته، جمهوری اسلامی همکار مؤسس نیروهای نیابتیه. این جنگ، جنگی که حماس انداخت، ادعای در حقیقت مردم ایران رو تایید کرد و همه رهبران دنیا الان اشاره میکنن که جمهوری اسلامی در این قضیه دست داره. بنابراین یک شانس برای ما ممکنه پیش بیاد، اونم اینه که از طریق این جنگ یک اجماع جهانی صورت بگیره و در حقیقت سر ما رو که در تهرانه بتونن در حقیقت بکوبن. اصل قضیه بر اون نیست که ما خواهان جنگ نیستیم، ما میگیم مماشات نکنه دیگه با جمهوری اسلامی. مردم ایران طرف خود همون پوتکی هستن که جمهوری اسلامی از پا در میارن، ولی ما خودمون تعیین تکلیف میکنیم، ولی به دنیا میگیم دست از مماشات بردارید. این جنگ شاید بتونه کمک بکنه تا غرب تا یک اجماع جهانی حاصل بشه و جمهوری اسلامی رو بشناسه. به نظر من بازم میگم آقای سازگارم اشاره کردن، علی خامنه ای با تاغوسک نظام در این جنگ، در این جنایت مرتکب یک اشتباه محاسباتی شدن و خودشون رو به عنوان پدرخوانده حماس و جهاد اسلامی و حوثی ها لو دادن. فیلمایی که الان اسرائیل خبرنگاران نشون میده اوج جنایت داعشی حماس رو نشون داده. خامنه ای اومده برای این دستان جنایتکار بوسه زده. او امروز عصبانی، چرا کشورهای در دنیا نمیانن در این کنسرت جنایت شرکت بکنن؟ خاورمیانه 40 ساله مردم خاورمیانه از دست سپاه قدس و خامنه‌ای و قاسم سلیمانی خسته شدن و قطعا همراه جمهوری اسلامی نخواهند بود. حل مسئله فلسطین و اسرائیل هم و پذیرش حقوق اونها کار جامعه جهانی است. راهکار عقلانی داره و با جنایت و کاری که جمهوری اسلامی میکنه از بدل تأسیس در حقیقت همین راه رو رفته حل نخواهد شد. من فکر میکنم که اتفاقا و باید امیدوار باشیم که این جنگ به ضد خودش تبدیل بشه و با یک اجماع جهانی کمک بشه که مردم ایران بتونن با رژیم جمهوری اسلامی کسی حساب بکنن. اتفاقا فکر کنم آقای سازگارم گفتن مسبب اصلی داخلی، مسبب اصلی بدبختی مردم غزه در وهله اول خود همین نیروهای تروری هستن و نه اسرائیل. امید روزی که ما در حقیقت بتونیم با توجه به شرایطی که در دنیا رقم خورده به نفع انقلاب زن زندگی آزادی پوست جمهوری اسلامی رو بکنیم و در حقیقت اونو برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بیاندازیم. ممنونم آقای شهدایی. آقای سازگارا، من پرسش اول من از شما در واقع طوری پاسخ دادید که پرسش های بعدی من رو هم در واقع کاملا بهش پاسخ دادید، اما یه سوال دیگه در گفته های شهدایی نکته جالبی بود. ببینید مردم ایران کاملا شناختن حماس رو، خودتون هم فرمودید که مردم غزه هم گروگان خود حماس هستن، اما از طرف دیگه نگاه میکنیم دولت مردای منطقه نه نسبت به فلسطین نسبت به حماس واکنش های عجیب غریب نشون میدن. امروز رئیس سازمان ملل میاد میگه که حماس در خلأ حمله نکرده به اسرائیل، 56 سال تحت ظلم بوده. آقای اردوغان اعلام میکنه که حماس یک در واقع نیروی تروریستی نیست بلکه یک نیروی آزادی بخشه. عربستان حمایت میکنه. اینها رو چطور میشه تفسیر کرد در حالی که قبل از این صلح بین عرب و اسرائیل داشت برقرار میشد، اتفاقات بزرگی داشت در منطقه میافتاد؟ ببینید وارد مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها بخواهیم یا بهتر کلیمی ها و مسلمانان در اون منطقه دنیا بخواهیم بشه، یه تاریخ نه 75 سال از زمان تشکیل اسرائیل، بلکه شاید شما 2000-3000 سال تاریخ رو باید ورق بزنید و اتفاقاتی که در این به اصطلاح ارض مقدس افتاده، یه پاشم در یه دوره مسیحی ها بودن.
باید برگردیم. اینها همه گذشته است، به اون مباحث رفتن. من دیدم بعضی ها میرن سراغ این که آی اسرائیل معصوم نیست. خب بله، اسرائیل هم اصلا معصوم نیست، کارهای بدم زیاد کرده. فلسطینی ها هم معصوم نیستن، اونا هم کارهای بد و تروریستی زیاد کردن. ولی الان مسئله این است که دنیا به قول آقای شهدایی به این عقلانیت رسیده که اون منطقه دنیا، اون ناحیه راه حل جنگ و جنگ افروزی نداره، راه حل صلح داره، راه حل همزیستی با همدیگه داره، همدیگه رو به رسمیت شناختن داره. ببینید اسرائیل 75 سال تشکیل شده، تمام کسایی که از 74 سال یا کمترشون هست در اسرائیل به دنیا آمدن، همه اسرائیلی که اونجا هستن. 2 میلیون عرب داخل اسرائیلی هست. اینا رو که نمیشه بگید بذارید برن اونجا به دنیا آمدن دیگه. این حرفا نیست، فقط مهاجر نیستن، این ادعاهای جمهوری اسلامی میکنه. بنابراین راه حل اونجا اینه. اما چرا کشورهای عربی محتاطانه حرکت میکنن یا آقای آنتونی گوترش مثلا اشاره به این پیشینه میکنه؟ به نظر من یک بخش همین خطاییست که حتی دبیر کل سازمان ملل میکنه. برای صلح میره سراغ ورق زدن گذشته ای که الان دردی رو دوا نمیکنه. اول باید آتیش این جنگ بخواد و بپذیرن طرفین که با هم باید زندگی کنن، به خصوص جوانترا در هر دو سوی کلیمی و مسلمون و فلسطینی و اسرائیلی متفاوت به این چیزا. ثانیاً اعراب به خصوص از مردمشون دلنگرانن، به خصوص مثلا اردن. شما در نظر بگیرید چند میلیون فلسطینی داخل اردن، ناچار میشه شاه اردن که متحد نزدیک آمریکاست حتی با رئیس جمهور آمریکا ملاقات نکنه، برای اینکه دلواپس حوادث در نخوچه. این همون نکته است که خامنه ای همش خیلی حساب میکنه، امید داره که با این جنگ و احتمالاً اتفاقاتی که در چند هفته آینده در غزه میفته بتونه بلکه یه موجی در از نفرت و نفرت ورزی به اسرائیل و کلیمی ها از اندونزی تا خاورمیانه، از خاورمیانه تا اروپای غربی، از اروپای غربی تا آمریکا به پا کنه و این آشفتگی به نفعش بشه. آشوب خاره، جنایت خاره آقای خامنه ای با اینا زندگی میکنه. بنابراین اگر سوالتون است که چرا محتاط در بحث را میرن، در واقع از همین واکنش های دنیا اسلام میترسن و پیشینه هایی که به هر حال موجوده. اما وقتی در خفا باشون حرف بزنی، تمامشون، من به قاطعیت میگم تمام این دولت عربی هم آرزوشونه که این بساط حماس و تروریست کم شه، هم آرزوشونه که جمهوری اسلامی شرش کم بشه، برای اینکه اسباب، یعنی سیاه‌چاله تروریسم در منطقه بشر در تمام دنیاست و اسباب آشوب در کل منطقه است. بنابراین مواضع سیاسی رو بذاریم کنار، اما پشت پرده در واقع همشون نگران این جنگن و امیدوارن که به جایی بره که بتونن نفس راحتی از شر جمهوری اسلامی و سازمان‌های تروریستیش بکشه. چه تعبیر جالبی کردید. عرض کنم که خب فرصتمون تموم شده. از هر دو عزیز تشکر میکنم، ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه گذاشتید. از شما بینندگان محترم رادار هم تشکر میکنم که همراه ما بودید، به امید روزی که واقعا در هیچ کجای عالم جنگی نباشه. اگر سوال یا نکته ای دارید حتما از طریق ایمیلی که این زیر نوشته میشه با ما در میون بگذارید، ما هم حتما با مهمانان برنامه در میون خواهیم گذاشت. تا برنامه بعد، رادارهاتون روشن. فرمانی مدنی جامعه علیه حجاب اجباری از یک طرف نشان از توان و اراده و رشد جنبش زنان و پافشاری بر این خواسته و کوتاه نیامدن در برابر حکومت است و از طرف دیگر مستلزم پذیرش هزینه‌های زیاد.
عواقب این کشاکش بین جنبش مدنی زنان با حکومت اسلامی چه هزینه‌هایی را برای زنان ایران و حکومت دارد؟ امروز در برنامه برابرانه اشکال مختلف این هزینه‌ها و اینکه در واقع جوانان چه چیزهایی را در این میان از دست می‌دهند و ابعاد اون رو از زبان میهمان برنامه خواهیم شنید. در ادامه با ما باشید. رو سری تو در بیار آفتاب داره غروب میکنه، رو سری تو در بیار عطر تو هوا رو خوب میکنه، رو سری تو در بیار موها تو باز 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 کن، عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن، رو سری تو در بیار موها تو باز 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 کن، سلام عرض میکنم به شما خانم شمیلا نژاد هاشمی از دبیران شورای مدیریت گذار و همچنین مسئول کارگروه زنان و برابری جنسیتی. خیلی ممنونم که علی‌رغم بیماری دعوت برنامه برابرانه رو پذیرفتید و من میتونم میزبان شما باشم. منم سلام دارم به شما مرجان عزیز و همطور بینندگانی که این برنامه رو خواهند دید. شمیلای عزیز، ادامه نافرمانی مدنی جامعه علیه حجاب اجباری رو شاهدش هستیم. این از یک طرف نشان از اراده و رشد جنبش زنان و همینطور پافشاری بر این خواسته و کوتاه نیومدن در برابر حکومت داره و خب از طرف دیگه هم مستلزم پذیرش هزینه های زیاد هست که در واقع رژیم میباید پرداخت کنه و شاید هم اصلا براش در واقع هیچ اهمیتی نداره. عواقب این کشاکش بین جنبش مدنی زنان با حکومت اسلامی چه هزینه هایی رو برای زنان ایران و حکومت داره؟ امروز میخواییم از شما خواهش کنیم که در این زمینه برای ما صحبت کنین و وقت رو به شما میدم و اجازه میدم که خودتون اونجور که دوست دارید موضوع رو جلو ببرید. من بخش صحبتم به دو قسمت تقسیم میکنم، بخش داخلی داخل ایران با رویکرد به داخل ایران و رویکرد خارج از ایران و به لحاظ بین المللی. ما با یک حکومتی در حال مبارزه هستیم، ما که میگم منظورم زنان ایرانیه، در حال مبارزه و نافرمانی مدنی هستیم که مدام تلاش میکنه هزینه نافرمانی رو برای کل جامعه و نه فقط زنان ایرانی بالا ببره. از طرفی با اجرای آزمایشی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف یا همون لایحه حجاب و عفاف و جرم انگاری حجاب اختیاری و جرایم نقدینی که به واسطه رعایت نکردن حجاب اجباری اسلامی به کل جامعه تحمیل میشه، از خانواده گرفته تا مغازه‌دار و مدرسه و بیمارستان و اساساً هر جایی که زنان ملزم به اجرای حجاب اجباری هستند، معلوس می‌بینیم که افرادی وجود دارن که حاضر به سر نکردن حجاب هستند و به اشکال مختلف نافرمانی مدنی می‌کنن و حتی حاضر هستن هزینه‌اش رو هم بپردازن، یعنی خودشون رو برای این موضوع آماده کردن که هزینه‌های این موضوع رو بپردازن. تا جایی که طبق یک سند محرمانه‌ای که از وزارت کشور به بیرون درج کرده، گزارشی هست از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به رهبر حکومت درباره نارضایتی گسترده از حاکمیت در خصوص مخالفت با حجاب اجباری و تبدیل شدن این مخالفت به نماد نافرمانی مدنی و شکست حکومت در این حوزه و اتفاقا گسترش اشکال دیگری از نافرمانی مدنی در حوزه‌های دیگر. خب این یک دلمشغولی‌هایی برای رژیم به وجود آورده. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که در داخل حکومت هم مخالفینی با این رویکرد رژیم در خصوص برخوردهای قهری که با زنان در خصوص مسئله حجاب اجباری هست و علل خصوص لایحه حجاب و عفاف
یک مخالفت های در درون نظام هست. حتی فقهای نظام هم نسبت به این روی کرده حکومت یه مقدار براشون در واقع میزان بازدارندگی این اتفاق رو زیر سوال بردن و مخالف این اتفاق هستن، مخالف این برخورد قهری هستن. از منظر دیگه من میخوام موضوع رو به یک جای دیگه ببرم و اون هم مسئله هستش که هزینه هستش که در واقع مشخصا بر عهده مالیات دهندگانه. به این صورته که بخشی از درآمد حاصل از مالیاتی که مالیات دهندگان میپردازن صرف خرج اموری میشه که مستقیم به مبحث نافرمانی مدنی و در خصوص حجاب اجباری برمیگرده، مثل پرداخت حقوق به حجابان هاست. حجابان هایی که در معابر ورودی مترو، مرکز خرید، سالن های سینما و تئاتر و هر جایی که امکانش باشه که حضور داشته باشن قرار گرفتن و مستقر هستن. طبق اطلاعات حقوق حجابان ها بیشتر از حقوق مبنای وزارت کاره و این افراد به طور متوسط حقوقی میانگین حقوقشون بین 10 تا 12 میلیون هستش. خب حالا من اینجا میخوام یک حساب سرانگشتی بکنم، یعنی بیام به این موضوع بپردازم که وقتی که این گروه به صورت تیمی داره کار میکنه و در معابری هم مشغول کار هستن که پر تردده و تعدادش هم زیاده، مثل ورودی های مترو، مثل جاهایی که به هر صورت اینها میتونن به کار گماشته بشن و تعداد این حجابان ها هم زیاد هستش، باید حقوق اینها پرداخته بشه و مستقیم از مالیات دهندگان کسب میشه. با یک حساب سرانگشتی ما متوجه میشیم که حکومت چه پول کلانی رو صرفاً داره برای این افراد هزینه میکنه که این افراد بیان جلوی در معابر مراکز عمومی به زنان تذکر بدن که احیاناً این که ما دیدیم که این تذکر دادنشون منجر به یه سری اتفاقاتی هم میشه، مثل اتفاقی که برای مهسا امینی افتاد یا آرمیتا گراوند. بله دقیقاً. و حالا خیلی اخبار دیگه هم هستش که حالا ممکنه از رسانه ها اون رو پوشش نداده باشن و خب این باریه که، یعنی هزینه‌ای که داره تحمیل میشه به افراد در جامعه و خب برای کسی که میخواد نافرمانی مدنی بکنه علاوه بر این که تبعاتش رو خودش باید بپردازه که آمادگیش رو دارن برای پرداختش، این هزینه های بالاسری هم به حکومت وارد میشه. این قسمتی بود که من میخواستم در مورد داخل ایران و نگاهش به داخل ایران داشته باشم. در بخش دیگری که جنبه بیرونی داره و تبعات نافرمانی مدنی رو در حوزه رعایت نکردن حجاب اجباری به وجود میاره، مستقیما هزینه هایی که رژیم در رابطه با مناسبات سیاسی و بین المللی خودش میپردازه. به این شکل که اخیرا در محافل سیاسی جهان موضوعی مطرح شده با این عنوان که مجازات زنان با جریمه های مالی، منع سفر، منع تحصیل، عدم دسترسی به خدمات درمانی، مشخصاً و صراحتاً نقض اعلامیه حقوق بشر هستش. از اونجایی هم که جمعیت زنان ایران 50% کل جامعه هستن، باعث میشه که وقتی که شما یک قانونی میذارید که این قانون نقض حقوق بشر انگاشته میشه و در خصوص 50% از افراد جامعه هم اعمال می شود، در کنار اون در واقع مواردی قرار می گیره که قبلا مورد نقض حقوق بشر از طرف حکومت بوده
و خب قطعا در آینده رژیم تحریم هایی رو هم بابت این دریافت خواهد کرد. بر صورت در یک سال گذشته و موضوع حجاب اجباری و نافرمانی مدنی زنان ایران که در پی خودش قتل حکومتی و ناپدید شدگان قهری و نقص عظم معترضین رو هم به دنبال داشته، باعث شدش که کمیته حقیقتیابی تشکیل بشه از طرف سازمان ملل که پیگیر این موارد باشه، که اگر نتایج بررسی های کمیته حقیقتیاب به صحن علنی سازمان ملل برده بشه، ما با یک اتفاقات جدیدی در حوزه مسائل سیاسی ایران مواجه میشیم که میتونه نقش تاثیرگذاری رو در آینده افراد در ایران و حکومت داشته باشه. و همینطور در مناسباتی که در داخل مناسباتی که رژیم با کشورها و دول خارجی خواهد داشت. یک موضوعی هست که من خودم اساساً بهش علاقه دارم و از قدیم بهش موضوعی بوده که برام فکر من رو مشغول کرده بوده. اونم دوست دارم اینجا خیلی کوتاه و گذرا بهش اشاره بکنم. وقتی که رژیم میاد مسئله و مقوله حجاب اجباری رو میشه یک پاشنه آشیلی براش که همه جوره میخواد کنترلش بکنه، خب ما خیلی بازارهای تجاری رو که وجود داره برای کشورها رو از دست میدیم. یکیش بازاریه که ما از درش سهم اندکی داریم و اون هم مسئله توریست بودش. خب تا سالهای گذشته توریست ها حاضر بودن روسری رو روی سر خودشون بندازن و بیان و از فضای گردشگری ایران استفاده بکنن. ولی توی یک سال گذشته و با اتفاقاتی که افتاده، دقیقا اون سهم اندک از این بازار رو هم ما از دست خواهیم داد. و یا اینکه سرمایه‌گذاری های خارجی در ایران به خاطر این موضوع محدود میشه. بر صورت اگر قرار باشه که ما خیلی خوشبینانه میگیم، اگر قرار باشه یک کشوری بیا سرمایه‌گذاری بکنه، اساسا دیگه پرسنل زنش رو وارد ایران نمیکنه و خب اون بازار رو هم ما از دست میدیم و این تمام این اتفاقات باعث میشه که ایران همواره و همواره و فقط در مورد یک موضوع که حجاب اجباری هست منزوی تر بشه و این انزوای ایران خب هزینه هایی براش داره که این هزینه ها ممکنه من شهروند عادی متوجهش نشم، ولی کسانی که در رأس حکومت قرار دارن قطعا میدونن که چه کاری دارن انجام میدن و با اشراف به این موضوع و اینکه این مناسبات رو هر روز محدودتر میکنن باعث میشه که عرصه در نهایت بر افراد در ایران تنگتر بشه. ما باید کاری بکنیم که بتونیم این هزینه ها رو به مردم خودمون یادآوری بکنیم و بهشون بگیم که در این دو عرصه، در مسئله داخلی و مسئله خارجی، چه تبعاتی بابت فقط یک قانون حجاب اجباری و نافرمانی مدنی در خصوص این موضوع چه تبعاتی هم حکومت رو در درگیر خودش میکنه و هم مردم. ما خیلی راحت نمیتونیم از لایحه حجاب و عفاف بگذریم. لایحه حجاب و عفاف تبعاتی که به دنبال خودش داره آنقدر زیاد هست که باید مرتب در موردش صحبت بشه، باید روشنگری بشه، باید هم مردم این موضوع رو بدونن و هم جامعه جهانی این موضوع رو بدونه. و من خواهشم از همه کسانی که دارن حالا این برنامه رو از هر طریقی میبینن اینه که اول فکر بکنن و بعد این لایحه رو بخونن، دنبال بکنن و در موردش صحبت بکنن با هم دیگه، ببینن که این لایحه در کجای زندگی اونها ورود میکنه که ورودش به عرصه
خانواده، از عرصه خانواده تا عرصه مناسبات اجتماعی افراد چقدر میتونه برای افراد بازدارندگی به وجود بیاره برای انجام ندادن نافرمانی مدنی، و اینکه بدونن که این لایحه اگر الان که در حالت آزمایشی داره عملی میشه، ولی اگر تصویب بشه چه بهایی رو باید مردم پرداخت بکنن، چه بهایی رو باید مردم پرداخت بکنن. مرسی، متشکرم. سپاسگزارم از شما خانم شمیلا نژاد هاشمی. امیدوارم که در برنامه های آینده برابرانه باز هم میزبان شما باشم. خدا نگهدار. در برنامه شما و شورا همه اون چیزی که درباره شورای مدیریت گذار لازم است بدونید رو من مرجان نقی از طرف شما از اونها میپرسم. دیدگاه ها، مواضع، اساسنامه و هر اون چه که شورای مدیریت گذار به اون میاندیشه. با ما باشید با برنامه شما و شورا. چرخه استبداد برنامه سریالی از مفاهیمیه که تلاش میکنه با بازنگری در موضوع استبداد در فرهنگ سیاسی اجتماعی مردم ایران، یکی از مهمترین موضوعات فرهنگی ما ایرانیان رو به نقد و بررسی بکشه. برابرانه برنامه ایست برای زنان، برنامه ای برای درک بهتر از تبعیض علیه زنان در ایران و رویدادهای مهمی که زنان ایرانی با اون زندگی و مبارزه میکنن. من مرجان نقیه هر هفته با برنامه برابرانه با شما هستم. با ما باشید. به پایان یکی دیگر از سری برنامه های گذار رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه من و همکارانم رو دنبال کردید. برنامه ما همونطور که میدونید روزهای شنبه ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران از طریق کانال تلویزیونی ایران فردا پخش میشه. در طول روزهای هفته هم میتونید برنامه رو از طریق کانال یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، سایت شورای مدیریت گذار و همینطور ایکس و دیگر بخش‌های رسانه تماشا کنید. لطفاً انتقادات، پیشنهادات و حتماً پرسش‌های خودتون رو در طول هفته از طریق ایمیل آدرس‌های برنامه برای ما بفرستید یا اینکه در اینستاگرام برامون کامنت کنید. به امید آزادی، پیروزی و شادی برای تک تک مردمان ایران زمین. تا برنامه بعدی، بدرود.